خیلی مراقب باشید که هیچ به هیچ شکل تصنعی، چه به دلایل سیاسی چه عمدتاً به دلایل فرهنگی، این ریشه های مشترک رو نزنند. استعمار انگلیس در شبه قاره هند در قرن 18 و 19، چون همه میدونین زبان حاکم بر کل هند زبان فارسی بود، فارسی دری، و چه کسانی این زبان رو بردن به هند؟ کسانی که از همین افغانستان برخواستن. امپراتوری مغولی اسلامی هند که مشهور به امپراتوری مغولی است، در واقع از همین قزنین و از همین اینجا بابر که از افغانستان در واقع هم حرکت کردن به سمت شبه قاره هند، بزرگترین تمدن اسلامی اخیر. ما در این دو سه قرن اخیر دو تا تمدن عظیم اسلامی داشتیم که اینا آخرین بقایای تمدن اسلامی بودن که دیگه متاسفانه در یکی دو قرن اخیر به دست استعمار غرب در هم شکستن. یکیش عثمانی بود که 80-90 سال پیش بعد از جنگ جهانی اول به دست غربی ها متلاشی شد و بر جهان اسلام مسلط شدن. یکی هم امپراتوری مغولی هند در شبه قاره هند بود که اساسا بنیانگذارانش و حاکمانش همه از همین افغانستان بودن. مردم افغانستان فعلی مردی رو بدونید مردم تمدن سازند. دو تمدن بزرگ حداقل در این چند قرن در این دوران مردم که حالا اسمش شده افغانستان و الا اینا همه یک ملت هم. پدران شما ساختند. یکی تمدن عظیم شبه قاره هند بود اسلامی که بیش از 100 میلیون انسان شهروندش بودند که امروز بزرگترین امپراتوری های جهان هم در این حد گاهی شاید نباشن. و چقدر تمدن، معماری ها، ادبیات، شعر، تاریخ، فرهنگ، نظامی گرید، معماری های عظیمی که الان هر چه در هند و پاکستان هست محصول همین تمدنه. این تمدن از کجا برخاست؟ کی اسلام را و زبان فارسی رو برد به شبه قاره هند و اسلام بر هندویزم اونجا غلبه کرد و یک تمدن عظیمی ساخت؟ کی بودن؟ پدران شما بودن. اصلا خود سلسله غزنوی و که یک از شاید سلسله‌ای بود که در واقع ادبیات فارسی رو اینا در نقش عمده‌ای داشتن در ترویجش در جهان اسلام، و هم ریشه هاش در افغانستان فعلی قرار میگیره. یه مقداری من می‌خواستم عرض بکنم که امروز مواظب باشید که نسل جوان شما دچار بحران هویت نشه. میخوان به شما تلقین کنن که افغانستان کسی نیست، چیزی نیست. بالاخره این فقر و این مشکلات و جنگ‌های داخلی و بعدم 200 سال سابقه اشغال شدگی داره افغانستان توسط اوائل انگلیس ها، بعد شوروی، بعد جنگ‌های داخلی و بعد دیگران و دیگران. این مباحث میخوان الغا کنن که به نسل‌های جدید در ایران هم همین کار، در جهان اسلام، همه جا در این 100 سال اخیر، 200 سال اخیر به نسل جوان جهان اسلام در ایران و افغانستان و همه جا میخوان الغا کنن که شما کسی نیستید، شما کاری نیستید، شما نمیتوانید، شما نمیتونید تمدن بسازید، شما نمیتونید به قدرت و ثروت و علم و پیشرفت برسید مگر اینکه اسلام رو بگذارید کنار و مگر اینکه تسلیم ما باشید، مقلد و تابع ما باشید. امام خمینی رضوان الله علیه که الان سالگرد ورود ایشون 30 سال پیش به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی، که اینم عرض بکنم یکی از پایگاه‌های محکم دفاع از امام و انقلاب اسلامی افغانستان بود قبل از انقلاب، یکی از پشتوانه‌های امام خمینی و انقلاب اسلامی، یکی از پشتوانه‌های قوی انقلاب اسلامی، یکی از پایگاه‌ها در افغانستان بود و انقلابیون ایران با انقلابیون افغانستان در همون دوران کاملا مرتبط بودند در به انواع همکاری‌ها. امام در وصیت‌نامه‌اش خطاب به تمام جوانان جهان اسلام میگه به شما و ما، به شماها دارن تلقین می‌کنن قدرت‌های استعماری غرب و شرق، اون موقع که حالا شوروی و کمونیستا بودن، شرق غرب هم که خب اروپا و آمریکا که 100 سال 200 سال جهان اسلام رو دارن غارت میکنن، جنگ ایجاد میکنن، میکشن، نابود میکنن، غارت میکنن، اسمش هم میذارن آبادی. استعمار یعنی عمران، آبادی، آبادی، پیشرفت. ما اومدیم آزاد کنیم، ما اومدیم ترقی بیاریم، ما اومدیم شما پیشرفت کنید. همه جا در جهان اسلام همینا رو گفتن و اومدن و مسلط شدن و غارت کردن و بردن و تا 200 سال ادامه داره. در هنوز شما میبینید در غزه و فلسطین و لبنان، در عراق و کجا و کجا همینطور هست. مثلا فعلا ظاهرا این سیاست اونها بوده و هست. ما میگفت اینا تلقین میکنن به جوانان جهان اسلام که شما نمیتوانید، شما شعور تاریخی ندارید، شما قدرت فرهنگ سازی ندارید، شما تاریخ ندارید، شما سابقه تمدنی ندارید، باید بیاد زیر سایه ما، مقلد ما، کپی ما، وابسته به ما. امام توی وصیت‌نامه‌اش فرمود بگید به جوانان جهان اسلام میگم همه با صدای بلند بگویید که ما میتوانیم.
امروز جوانان افغانستان، روشنفکران افغانستان، رسانه‌های افغانستان، به نظر من یکی از رسالت‌های بزرگشون اینه که مدام به ملت بگن ما میتوانیم. افغانستان میتونه یک افغانستان آباد، آزاد، پیشرفته، الگو، زیر سایه اسلام، با حفظ استقلال، نظیر سایه، همونطور که نظیر سایه شوروی و کمونیسم، نظیر سایه غرب، زیر سایه هیچکس، آزاد، مستقل. افغانستان میتونه، جوانان افغانستان میتونن. این اولین وظیفه به نظر من رسانه‌های همه کشورهاست در دنیا، از جمله افغانستان. به جوانانتون مدام تلقین کنید که شما میتوانید، ما میتوانیم. ملت افغانستان یک ملت تمدن ساز و بزرگه.